بر مبنای آنچه میدهیم دریافت میکنیم ما چه اثراتی در محیطمون میذاریم چی داریم که بدیم؟ همش که نگرش نیست نگرش خیلی مهمه بسیار مهمه در موردش بحث دارم ولی واقعا صلاحیت و شایستگی خیلی مهمتره. یعنی من باید در راستای اون چیزایی که میخوام. به دست بیارم و در زندگی روی موضوعاتی اثرگذار باشم باید صلاحیت همو بالا ببرم توانمندی و مهارت بالا ببرم به علاوه داشتن نگرش مثبت. یعنی باور این که من میتونم و این شدنیه و اگه در مسیر سختی های پیش بیاد قطعا اینا جزئی ای از مسیر موفقیته خب اما امروز موضوع بحث من اینه که یک روز خوب از نظر شما چه ویژگی هایی داره؟ یه روز خوب چه ویژگی هایی داره؟ چجوری شروع میشه و چجوری به انتها میرسه؟ یه سری ویژگی وجود داره که امروز رو سه موردش کار میکنم روز خوب روزیه که شما با هوشیاری بیدار شید با اشتیاق و شکر گذاری کنید بابت همه چیزهایی که دارید روز خوب روزیه که ما چشمامون بینا باشه به موهبت هایی که در اختیار داریم مثل دیدن هوای خوبی که امروز حداقل در تهران من شاهدش هستم و میبینم خوب شکر گذاری کردن با میشه که حال من خوب بشه صرفا وجود هوای خوب تأثیری رو من نداره به شکل مستقیم مگر اینکه من بابتش شکرگزاری قوی کنم و بگم چقدر عالیه مرسی از اینکه این شرایط رو تجربه میکنم و موهبت های دیگه ای که دارم وقت بذارید همینجور که از تختتون بلند میشید با شکرگزاری ادامه بدید تا انرژیتون بره بالا بابت آنچه که دارید شکر گذار باشید. نکته دوم که روز خوب چه ویژگی هایی داره روز خوب روزیه که شما مرور می کنید اهداف و اولویت هاتون رو و برنامه ای دارید برای روزتون می دونید که ذهن شما در طول روز باید متوجه اهدافتون باشه پس تو هر موقعیتی که قرار میگیرید اگه بهتون پیشنهاد بشه اگه قرار باشه تصمیم بگیرید با توجه به هدفها و اولویتهاتون تصمیم میگیریم پس من دارم امروز درباره ویژگی های یک روز خوب بهتون میگم که روز خوب روزیه که با شکرگذاری بابت موهبت هامون شروع میشه و انرژیمون بالا میره و دوم اینکه مرور میکنیم اهداف و اولویت هامون در زندگی چیه و با توجه به اون اولویت ها در طی روز یعنی ذهن من معطوف اینه که خب آیا من در راستای هدفم دارم این کارا رو انجام میدم این باعث میشه که رفتارهای ما انتخابی تر باشه هوشیارانه و انتخابی چون میدونیم داریم در کدوم جهت میریم هوشیاریم حواسمون هست آیتم سوم چیه؟ آیتم سوم اینه هوشیار باشید که تو هر موقعیتی که قرار گرفتید مخصوصا موقعیت های ارتباطی دارید فیلم میبینید دارید با کسی صحبت میکنید بیرون رفتید خرید کنید تو هر موقعیتی که قرار گرفتید هوشیارانه یه چیزی یاد بگیرید بگید از این شرایط چی یاد میگیرم مخصوصا اتفاقات دردناک و رویدادهایی که سخت و ناگواره به جای اینکه ذهن اتوماتیکتون اعتراض رو شروع کنه ذهن هوشیارتون اون موقعیت سخت رو یک معلم به حساب بیاره من درباره این سه مورد که روزتون رو ها شروع میکنید بازم براتون توضیح خواهم داد چون خیلی مهمن و روزهای بعد یعنی از شنبه نکات دیگه ای رو میگم برای ساخت روزتون پس از این به بعد صبحها که بیدار میشید شکر گذاری میکنید بابت موهبت های زندگیتون خیلی چیزا داریم که ندیده میگیریم که اگه اونا رو یادآوری کنیم و قدردان باشیم از اون جنس مواهب بیشتر در زندگیمون میاد استحقاقمون بالا میره دوم اینه که با توجه به هدف ها و اولویت هامون روزمون رو سفری کنیم یعنی یادآوری کنیم هدف مهم من اولویت و ارزشی که تو زندگیم برای من مهمه اینه آیا این موقعیت من باید چیکار کنم چجوری تصمیم بگیرم پس با توجه به هدف ها و اولویت هاتون روزتون رو سفری کنید و سوم اینکه هوشیار باشید تو هر موقعیتی با هر کسی و با هر شرایط سختی چیزهایی رو برای رشد خودتون یاد بگیرید و پیشنهاد من نه حتما نوتم بذارید خیلی بیشتر کمکتون میکنه که یه جا بنویسید همین الان این سه تا تمرین رو روی یه برگه بنویسید که بعد وارد دفترتون کنید چون تکرار و مرور اینها باعث میشه که درونی بشن و تبدیل به عادتهای مناسب شما بشن که این مدل عادتها از شما یک فرد موفق و توانمند میسازه اگر قرار یه زندگی خوب بسازیم زندگی ایدئال اول باید خودمون رو بسازیم و یادتون باشه زندگی خوب شخصیت درست و سالم ساختنی نداشتنی و تا زنده هستیم در راستای ساخت این شخصیت و این زندگی تلاش میکنیم با اشتیاق با اشتیاق خودمون رو میسازیم تا زندگی دلخواهمون داشته باشیم موفق باشید روز خوبی رو بسازید برای دریافت مطالب آموزشی رایگان بیشتر این مطلب رو لایک کنید در کانال ما سابسکرایب بشید و نوتیفیکیشن رو روشن کنید تا از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید